سلام دوستان وقتتون به خیر باشه این روزها فیلم ها و تصاویر مختلفی از فلسطین اشغالی داره پخش میشه این فیلم ها و تصاویر نشون میده که ما شاهد یک درگیری در دو طرف ماجرا صرفا نیستیم ما شاهد دو تا روایت کاملا متفاوتی این طرف روایت انسان هایی که مختصاتی دارن ما بهشون میگیم سهیونسا نظامی هاشون مختصاتی دارن شهرک نشین هاشون ویژگی هایی دارن تو رفتارشون نشون میدن توی کنشگریشون در شبکه های اجتماعی دارن نشون میدن سیاست مداراشون رفتارهایی دارن و و و ادامه ماجرا اون طرف هم یه چیزی ما بهشون میگیم اون اونم رفتارهایی داره نظامیش در میدان رفتارهایی داره شهروندانش و چیزهای دیگر شهروندش رفتارش رو توی سختی هایی که براش اتفاق افتاده در اون چیزی که از خودش بروز میده داره میده نظامیش در میدان با کارهایی که داره انجام میده از رشادتش از برخوردش با اوسرا این طرفم هم به همین شکل من نظر خودم رو میگم نمیدونم دوستان چقدر با من همراه هستن حالا فارغ از اینکه با هم هم نگاه باشیم یا نه ولی در این دوتا روایتی که داریم اینجا میبینیم از دو طرف ماجرا مردم دنیا این انسان هایی که بهشون میگیم فلسطینی ها رو محترم فهمیدن نه فقط صرفا به خاطر مظلومیتی که برای اینها داره اتفاق میفته نه به خاطر نوع رفتاری که در این سختیه داشته به خاطر نوع کارهایی که انجام داده به خاطر چیزهایی که از مردمش داره دیده میشه و به خاطر رشادت نظامی هاش از طرف مقابل هم این روزها همگی بی حد متنفرن اگر کسی نگاه متفاوتی از من داره حتما بگی. ما میخوایم بریم فارغ از همه این اتفاق ها یه سری اتفاقاتی که در میدان داره از نظامی های سونش که حالا قابل انتشار هست رو با هم بررسی بکنیم منتا قبلش میخوام وضعیت یک نظامی سحیانی است که به شدت فیلمش این روزها مورد توجه قرار گرفته رو با هم ببینیم این فیلم مربوط هست به حضور یکی از کسانی که در غزه بوده در یک جلسه در پارلمان رژیم صهیونیستی اومده پای یک میز با دیگران نشسته میگه من از طرف شما رفتم جنگیدم یخچالم خالیه دارش از طرف اینا رفتی جنگیدی نگفته بودی روز اول یخچال تو باید پر بکنه ای گفته بودی یه فکری برات میکرد رفتی بیمنت اینجا هزاران هزار انسان ما داریم تو ایران شما از این مراکزی بگیرید که مربوط هست به عزیزان قطع نخواهی تا بریم برسیم به جانبازان عصب و روان اصلا هیچ کس این روزها در جامعه از این عزیزان سراغی نمیگیره و اینها هیچ وقت هیچ کدومشون الان اگر بری نگاه بکنی نمیگن که اگه اون اتفاق 20 سال پیش 30 سال پیش جنگ تحمیلی اتفاق میفتد ما نمیرفتیم همه میگن دوباره همین کار میکردیم و اون یه طرف داستان این یه کسیه که بعد هشتاد روز برگشته حالا داره حرفای میزنه که این حرفا قابل تعامل ببینیم برمیگیره نکات در اصل کلام لیو יש לנו סופר יש לנו גם אני וגם שתנו גויסנו ביום בשביל אחי בצפון, חוטף טילים על הראש, אני נלחמתי עד לפני כמה ימים בסג'עיה, אני גם חוזר לשם כנראה, לאזור. אנחנו קרסנו, אנחנו קפצנו ביום הראשון, עזבנו את המשפחות, הילדים, עזבנו את העסק, נטשנו אותו פשוט, וקפצנו לעזה, אני לעזה אחי לצפון, בלי לחשוב פעמיים בחירוף נפש, ועכשיו אני רואה שמתי שאני צריך خوب بخشی از این ویدیو رو با هم دیدیم اازهی باهم بررسی کنی میگه سلام به همه خودش رو معرفی میکنه بعد میگه من فلانی هستم کسب و کار و خانوادهام را در شهری در فلسطین اشغالی اداره میکردم ما یک سوپرمارکت و یک هتل کوچک داریم و من و برادرم از یگانههای رزمی ارتش هستیم ما در همان روز هفته اکتبر جذب ارتش شدیم من به همراه برادرم به عضویت تیپ گولانی در اومدم. این تیپ گولانی که اومده اینجا نشسته به عنوان یکی از نظامیهاش تیپیه تیپی که 80 درصد رو در غزه زدن با خاک یکسان کردن دست از با دراسر از غزه خارج شد میگه به همراه برادرم در تیپ گولانی بودیم برادرم در شمال زیر حملات موشکی است و من هم چند روز پیش در شجاعیه اینطور که معلوم است دوباره باید برگردیم آنجا ما ورشکسته شدیم آن زمان وقتی جذب ارتش شدیم بدون هیچ تردیدی در همان روز اول رفتیم ما خانواده و بچه های ما رو رها کردیم کسب و کارمون رو رها کردیم به غذا رفتیم و برادرم در شمال است ما بدون هیچ چون و چرا رفتیم برای اینکه خودمان را قربانی کنیم من این چیزی داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم ما در ایران کسانی رو داریم در جنگ تحمیلی یک سال دو سال سه سال پنج سال هشت سال طرف بلند شده رفته جبهه یعنی اگه مثلا اون نبرده ادامه پیدا میکرد این همچنان میرفته هیچ منتی هم بر سر هیچ کس هیچ وقت نذاشته حس میکرده و حس میکنه که وظیفهشون رو نسبت به میهنش انجام داده این هشتاد روز رفته جنگیده این هشتاد روزه رفته جنگیده تفاوت نظامی های که آن سوی میدان دارید مشاهده میکنید بین سا که فتح میدانی نمیتونه انجام بده او فقط رفته است که جنایت بکنه با نظامی هایی که این سوی میدان دارید میبینید همینه. هشتاد روز رفته به کتاباشون به اون چیزایی که قرآن درباره اینها یک جمله داره این جمله محشره میگه اینا مرد جنگ نیستن اینا به پیامبرشون میگفتن تو برو با خدای خودت به جنگ با خدای خودت بلند شو برید از مون دفاع بکن ما نمی جنگ بعد 80 روز جنگ تو یه منطقه کوچولوی به نام غزه اومده میگه آقا ما وضعیتمون اینه به خاطر شما رفتیم جنگیدیم رو ببینیم بله در ادامه میگه بعد از فروپاشی کسب و کارمون با مشکل مواجه هستیم کسی را هم پیدا نکردیم تا در کاری تا کار را به جای ما اداره بکند اما آنها کسب و کارمون را غارت کردن و دزدیدن اشاره نمیکنه به کسانی اگر بعد از هفت اکتبر رفته توی جبهه خب فلسطینی که کسب و کارشون نمیتون دزدیده باشن که اونا تو غزه بودن درسته نظامی های صهیونیست در جاهایی که حضور داشتن خانه خود صهیونیست‌ها رو غارت کردن یکی دو مورد هم نبوده بسیاری از شهرک ها اومدن گفتن منطقه ما منطقه ممنوعه ای نظامی بوده یعنی هیچ کس حق رفت آمد نداشته فقط ارتش بوده ما هم خیالمون راحت بوده بعد که رفتیم دیدیم همه چی غارت کردن بردن ادامه شو ببینیم میگه که کارم نابود شده وزن, وزن فاجعه باره و ادامه ماجرا یه چیزی داخل پرانتز خدمت شما عرض کنم همیشه کیا بولا میشن میرن تو معرکه نبرد اونایی که از بقیه آقا خیلی مثلا رو داستان متعصب مسائل مسئله تر دیدن یه خورده بر این باور هستن که آقا نباید کم آورد باید بریم فلان بکنی بیسار کن افراد این شکلی و این تیپ اول کسانی هستن که تو جرپا حاضر میشن دیگه الان ما درباره شهروندش صحبت نمی کنیم ما این نظامیه در میدانشه بعد دو ماه جنگ اومده نشسته میگه آقا من اوزام خرابه یه فکری برای من بکنید ببین اونی که الان مثلا آواره شده چون اینا 800 هزار تا فقط آواره دارن توی همین ایامی که پیش اومده از مرز شمال نزدیک لبنان فرار کردن و از نزدیک فلسطین بردن اینا رو نشوندن تو ایلات و کجا و کجا یمن و عراق هم فهمیدن هر روز دارن ایلاتو میزنن که این اونجا هم آسایش نداشته باشه اینا نظامی متعصب روی مسئله است که الان اومده میگه من وزمینی یه فکری برام بکن بقیه‌شون وضعشون بحرانی تره به لحاظ روانی بریم ادامش رو ببینیم بریم ادامش رو به چیزا من خدمت شما عرض بکنم اینم دلم نمیاد نگم آقا شما اگر یه جایی سرزمینت باشه ازش دفاع بکنی بعدن میای داد و بیداد بکنی بگی من از شماها که اینجا نشسته بودم دفاع کردم حتما سرزمینش نیست حتما توی ژنتیکش توی ذاتش توی وجودش یه چیزی داره فریاد میزنه میگه تو سرزمین نیست که رفتی که رو بگیر از اینایی که دارن چی میکنن اومده نشسته جلو اینا میگه آقا فلان چیز اگه سرزمینش بود همچین حرفی نمیزد اینجا سرزمینشون نیست اینجا جایی است که به آنجا کشانده شدن باید ازش برن به کجا به هر جای خونشونه به هر جایی که نگاه باید بکنه این شناسنامش هویتش مال کجا بره اونجا؟ بریم ادامش رو ספר <applause> سکن گریه اینا بسیار غمانگیزه מסכן که החיים زده میشه میگه که לא. עובר فاجعه است وقتی که بیرون میروم نمیدانم چطور هزینه روز رو در بیاورم میترسم هزینه شیر دخترم رو با کارت اعتباری پرداخت کنم یخچال خالی است اینجا گریهش میگیره وقتی داره صحبت میکنه اون میگه با آنها بگو چقدر به تو قرامت دادن وزیر امور مالی آنجا نشسته چیزی نگرفتم حتی یک ریال نگرفتم من زندگیم را به خطر انداختم هر روز گلوله ها از بالای سرمان میگذارد از تک تک شماها دارم دفاع میکنم آیا اینجا غیر از من کسی هست که یخچالش خالی باشد نگاه میکنه به اونایی که دور میز باش نشستن اینجا غیر از من کسی هست که حقوقش را نگرفته باشد اون نکته‌ای که من خدمت شما عرض کردم یک گروهی رو فرستادن 20000 تا آدم کشتن در اوج جنایت با وحشتناکترین نکتر... وحشت اعمال زدن با خاک یکسانشون کردن تو غزه نظامی هاشون رو آش و لاش کردن نظامی هاشون رو نظامی هم اومده بیرون وضع روحیش اینه هفته پیش خبری منتشر شد یکی از اینا اسلحه کشیده یکی از نظامی سهیونس که برگشته عقب بیدار شده از خواب کابوس دیده بوده اسلحه کشیده رفقاشو زده وضعیت روانی این هست میدونی چرا به خاطر اینکه تو بچه کشی به خاطر اینکه تو رفتی کسانی رو کشی که او فقط جرمش نمیگه میگه اینجا خونه ای منه او هیچ جرم دیگه ای نداره به خاطر اینکه تو داری به کسایی ضربه میزنی که اونها مظلوم ترین انسان هایی هستن که تاریخ بشریت در طول این سالها دیده این نمیتونه رهات نمیکنه این هیچ وقت رهات نمیکنه و اونا الان تو این وضعیت گیر کردن اومده پشت یک میز نشسته از یخچال خالی داره میگه اون صحبت ها خیلی حرفه بریم ادامه داستان رو با هم ببینیم یکی دیگه از نظامی های رو میخوایم ببینیم وضعیت روحی این روسای های کسانی که در غزه در حال جنایت هستن ببینیم ویدیو رو برمیگیم نکات دارم اصلا کن کرد بخدتی شه نسول اختفت گفت شه ایو مفوزارات بخول مکم افشاری از اتخلتی لعصف اوتم على گله شمצאتی ولرکز اوتم بمکم مکم שלא סידרתי אותם והנחתי אותם ברוך הראוי להם הם פשוט היו המון אז הייתי بلو. بخش از این ویدیو رو دیدیم صحبت یک نظامی صهیونیست رفته توی غزه وضعیتی که نظامیاش دارن رو دیده و اجسادی که روی هم تلمبار شدن رو دیده داره به خاطر اون اجساد گریه میکنه مگه اجساد هم روی هم توی رژیم صهیونیستی تلمبار میشه ما شنیده بودیم تو روزی دو تا دانه داری کشته میدی بیشتر از دو تا دانه هم کشته نمیدی پس اجساد چی داری میگی نه تلفات برای اینها به حدی وحشتناک بوده که اونایی که در میدانشون بودن دارن حرف زنن عکسی اخیرا منتشر شده بود یک نظامی نشسته بود داخل یک نفربر در آتش سوخته میگفتش که میگفت این رفیقام توی این نفربر بودن هنوز باورم نمیشه از جمع 11 نفره یه عددی گفت من فکر کنم 11 نفر گفته بود میگو گفت هنوز باورم نمیشه از این جمع فقط من زنده موندم خب ما تا الان نشنیدیم رژیم مثلا بیا توی یه روز 11 تا کشش تایید بکنه اوزا برای اینها در جایی که رفتن جنایت کردن آدم کشتن خون ریختن خونه نابود کردن وحشتناکه با بچه کشی این چیزها دستاورد نظامی به دست نمیاد این الدنک هم آدم نیستن که به دست آورد برسن من طولانی ترش نمی کنم این بخشی از ماجرایی هست که این روسا از رژیم سکینسی داره میبینیم من خیلی دوستشم از کاری که در میدان دارن انجام میدن ویدیوهایی برای پخش کنم بخشش بی دلخراشه بخشش بی خراش قابلیت انتشار نداره به خاطر همین مجبور هستم که ازش عبور کنم اگر موافق باشی میخوام چند تا از پیام های شما دوستان عزیز رو در این ویدیو بخونم ما یک پل ارتباطی با شما داریم ایران 14313 حتما از طریق این پل ارتباطی به من پیام بدین در کنارش رفقای پیام های فرستادن من وظیفه خودم میدونم که اینها رو خدمت شما عرض بکنم یک رفیقی اومده گفته که جناب تحلیلگر در مورد گافی که سردار شریف داد و مسحکه رسانه های غربی عربی و عبری قرار گرفت توضیح بده چرا در عمل هماهنگن در حرف هماهنگ نیستن و موجب ناراحتی ما مقاومتی ها میشوند داره اشاره میکنه به اثر نظری که یکی از مقامات نظامی ایران داشته در خصوص اینکه گفته بود هفت اکتبر انتقام یکی از انتقام های جنرال سلیمانی بود که حتی به یه ساعت نرسید تا رفت رو خروجی رسانه ها حماس بیانیه داد گفت آقا این حرف حرف درستی نیست هیچ ربطی نداره ما انتقام هیچ کسی نگرفتیم برای خودمون رفتیم جنگیدیم من نکته رو باید خدمت شما عرض بکنم هرچه ایشون همون موقع یک مصاحبه کرد گفت حرف من اشتباه برداشت شده قضاوتش نمیتونم بکنم چون من سخنرانیشو نشیندم بدونم این حرفو زده یا نزده غذا... مثلا اشتباه برداشت شده یا نه ولی فرداش فکر میکنم یکی از فرونده سپاه پاسداران بود فرداش گفتش که حرفی که آقای فلانی دیروز گفته حرف دقیقی نیست و این داستان به ما هیچ ربطی نداره دو تا نکته رو دقت بکنید نکته اول شما وقتی برمیگردی میگی می که به اصطلاح خودمون حماس انتقام حاج رو گرفته در هفته اکتبر الان فلسطینی نگاه میکنه میگه خب پس این اولا ارتش فلسطین نیست این موضوع ایرانه دوما این دنبال آزادسازی من نبوده این باعث شده که تو غزه این ساختمانها خراب بشن 20000 نفرم کشته بشن منم آواره بشم که انتقام قاسم سلیمانی رو بگیره پس این برای من کار نمیکنه این مسئله اول دوم من کشورهای عربی وقتی نگاه میکنن به مردمشون میگن دیدی چی گفت سخنگوی ایران شنیدی چی گفت حالا هی برو تو خیابون بگو غزه غزه حالا یقه ما رو به چسب بگو چرا برای غزه کار نمیکنی برای ایران کاری بکنم معلومه که برای ایران هیچ کاری نمیکنم صهیونیستش هم وقتی نگاه میکنه میگه چرا من دارم تو غزه میجنگم آمریکا ما چرا داریم تو غزه می جنگیم این داره میگه ماجرا چیز دیگری بوده است من نکته‌ای که باید خدمت شما عرض بکنم اینه که همونطور که فرمانده سپاه پاسداران به عنوان یک مقام نظامی رسمی در ایران مطرح کرد داستان 7 اکتبر هیچ ارتباطی با ایران نداشته است یه تصمیم فلسطینی بوده از سوی کسانی که میخواستن خونه خودشون رو کاشانه خودشون رو آزاد بکنن هیچ جور دیگری همین مسئله رو نباید فهمید طولانی‌ترش نمی‌کنم امیدوارم که بیشتر عزیزانی که صحبت میکنن تریبون دارن آنهایی که میخوان حرف بزنن به مقامات رسمی در نکاتی که مطرح میکنن تعامل بیشتری داشته باشن اگر بس چیزی بود در قالب پیام برام بفرستین تو کامنت ها حتما برام پیام بذارید من پیام ها رو میخونم و ایران 14313 از این تاریخ هم حتما برای ما پیام بفرستین و از این ماجرا قافل نباشید خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر